دیگر مدل ایسیو هایی که وجود داره ایسیو های نوع بوش هست. این نوع ایسیو ها تقریبا ساخت کارخانه بوش آلمان هست، اگرچه در حال حاضر آنچه ایسیو که شما در بازار میبینید همه چینی هستن، اما در واقع پایه اصول کاری این مدل ایسیو ها از کارخانه بوش آلمان هست. مدل های متفاوتی در حال حاضر در بازار هست. بوش 52 برای زانتیا 2000، 73 زانتیا 1800 پارسینگ بی ایکس، بوش 744 برای خودروی 206 و همچنین 405 پارس قرار داره. البته از لحاظ داخلی ایسیو بخوایم بررسی کنیم، 744 که برای 206 نصب شده با 405 یا کمی متفاوت هست. بعدی بوش 745 هست که برای خودروهای 206 صندوقدار و همچنین تیپ 56 نصب شده. مدل بعدی بوش 749 هست که برای سمنهای موتور ملی، بوش 7411 برای پراید و همچنین بوش 7971 برای نیسان زامیار. البته ممکنه که شما مدل های دیگه هم بعد از این ببینید بر روی ماشین ها، چون در هر دوره نوع ECU ها بر روی ماشین ها داره تغییر میکنه و قرار داده میشه. اغلب این ECU ها بین 88 تا 114 پایه دارن، بستگی به نوع هر کدومش متفاوت هست. شیوه خوندن پایه های ECU و کانکتورهاش با ECU های S2000 یک نواخت هست. اما یک تفاوت بسیار کوچکی ما بین S2000 و بوش از لحاظ ساختار کانکتورها به این صورت هست که ما در ECU های S2000 مثلا می گفتیم پایه M1, M2 و CP. در ECU های نوع بوش ممکنه در نقشه ها شما با CLM1, CLM2 و همچنین CLC مواجه بشید، که وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که M1 این دقیقا 32 پایه و مشکی رنگ هست، فقط یک حرف CL اضافه شده. همچنین CLM2 خاکستری رنگ 32 پایه و در نهایت اونجا به جای CP استفاده میشد، اینجا حرف سی خالی استفاده شده، 48 پایه قهوه رنگ هست که نقشه های این مدل ECU ها در قسمت شماتیک ها شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما نکته حالا مهم دیگه که ممکن خیلی از دوستان در زمان کار بهش برخورد پیدا کنن این هست که ما باید تفاوت بین ECU ها از این حالت که آیا دارای ایموبیلایزر هستن یا نیستن، آیا دارای نوع بنزینی هستن یا گاز هستن یا از هر دوتا تشکیل شدن، که این مدل ECU ها رو به نام بای فیول میشناسن، یعنی که ECU های بنزین و گاز در یک دونه ECU قرار میگیره. به طور مثال در موتور EF7 خودروی سمند ما سه مدل ECU داریم: بای فیول بوش ME749NG که در آخرش نوشته شده، برای خودروهای دوگان سوز هست بدون ایموبیلایزر، چیزی از خودروهای ایموبیلایزر قید نشده، مربوط به سالهای 86 تا 88 هست. بای فیول بوش ME749NG ایمو، یعنی اینکه این برای خودروهای دوگان سوز با داشتن ایموبیلایزر هست که از سال 89 به بعد، و همچنین پترول بوش ME749PT ایمو، یعنی ECU های تکسوز بنزینی داره ایموبیلایزر. جایی که عنوان پترول میشنوید یا میبینید به معنی بنزین هست، و جایی که NG قید میشه یعنی ECU های گازسوز، و بای فیول هم که گفتیم خدمتون مشخصه دو ECU در تک ECU هست، یعنی هم گاز و هم بنزین در یک دونه ECU ممکنه هست وجود داره. در زمان کار کردن بر روی خودروها تشخیص ECU بسیار بسیار مهم هست. چرا؟ اگر ما ECU خودمون رو اشتباه تشخیص بدیم و حالا برنامه‌هایی مثل دانلود رو بخوایم بهشون انجام بدیم، 100% ECU به هم می‌ریزه تا حدی که
به تعمیرات ECU هم ممکنه برسه تا بخوایم IC رو برداریم و برنامه سالم و از نوع خودش رو برای ECU ها قرار بدیم. به همین ترتیب ما در قسمت های ECU وقتی که وارد میشیم، مثلا بای فیول بوش ME749NG، یک قسمت داریم به نام Identification که اطلاعات مربوط ECU رو برای ما مشخص میکنه. به طور مثال ما وقتی وارد بوش ME749NG شدیم، این تعداد مشخصه برای ما به نمایش در میاد: Fault Reading، Fault Raising. Fault یعنی خطا، Reading یعنی خوندن، یعنی خوندن خطا، Raising یعنی پاک کردن خطا، Actual Test یعنی تست عملگرها. آدر قسمت های دیگه هست. Identification مربوط به شناسایی اطلاعات ECU هست. Parameter Measurement مربوط به جدول پارامترها هست، که یعنی اندازه گیری پارامترها. در این قسمت میتونیم ببینیم که هر قطعه ای در ECU دارای چه پارامتری هست، مثل باتری، مثل زاویه دریچه گاز و الی آخر. حالا جدولی هست بهتون نشون میدم که به چه صورتی هست. ما از طریق آیدنتیفیکیشن میتونیم اطلاعات مربوط به ECU رو ببینیم، که توی این قسمت به طور مثال نوع موتور سمند EF7NA، پروگرامینگ دیتا، اطلاعات پروگرام کردن یا نسخه اون نرم افزاری که در داخل ECU استفاده میشه. قسمت پروگرامینگ دیتا تقریبا میتونیم بگیم که در زمان کار کردن خیلی مهم هست. چرا؟ بر فرض مثال طبق جدولی که نگاه میکنید، نوع ECU ها که عنوان کردیم، شماره های فنی شماره هایی است که برای هر کدوم از ECU ها میخوره و برای ما تعیین کننده است که این از چه نوع ECU هست. حالا شاید این مطالب از روش پاک شده باشه. نسبت اون شماره های فنی به طور مثال 37، 69 و 68 تعیین کننده هر کدوم از این ECU ها هست. نوع خودروها که دوگانه سوز بدون ایموبیلایزر، دوگانه سوز با ایموبیلایزر و تک سوز بنزینی. در نهایت شماره نسخه نرم افزارای مربوط به هر کدومش هم قید شده که به چه صورتی هست، و همچنین بعد از دانلود کردن به طور مثال اون اطلاعات سخت افزاری ما یا نرم افزاری که در داخل اون ECU وجود داره تغییر خواهد کرد، که مشخص میکنه آیا این ECU دانلود بروش انجام شده یا نشده. و همچنین نکته‌ای رو برای ما عنوان کرده که در بعضی از خودروهای دوگانه سوز بدون ایموبیلایزر نسخه نرم افزار ممکنه به این صورت باشه که فرقی با نسخه به این حالت نداره، و در واقع بعد از دانلودینگ هر دوتاشون به این صورت نمایش داده میشن. اگر دقت کنید حرف چهارم از این قسمت کی هست، اما در این نسخه حرف چهارم حرف J هست. تفاوتی این دوتا با هم دیگه ندارن، چون بقیه عوامل رو وقتی شما نگاه میکنید یکی هستن، فقط در این حرف تفاوت وجود داره که در نهایت هر دوتا به این نسخه تغییر پیدا میکنه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.